در گفتگو با سه ویکان، تحلیلگر ارشد مسائل ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، نظر او را درباره استعفای محمد جواد ظریف جویا شدیم. دلیلش روشن نیست. به نظرم آنچه معلومه اینه که او نماینده رژیمی بوده که هرچه بیشتر خود رو در بنبست میبینه. ایالات متحده از توافق مهم برجام خارج شد و تحریم‌های رو دوباره اعمال کرد. او داشت تلاش میکرد راهی برای دور زدن این تحریم‌ها پیدا کنه و در چنین شرایط دشواری وجهه خوبی از ایران نشون بده. به نظر من در دراز مدت بعد از پذیرش این استعفا توسط روحانی، تردیدی نیست که به ظریف از خیلی جهات به چشم یک دیپلمات با استعداد نگاه خواهد شد. انگلیسی رو خوب و قابل فهم صحبت میکنه، جذابه و مخاطبان غربیش رو به وجد میاره و از خود یک چهره میانه رو نشان داده، کسی که غربی ها میتونن باهاش کار کنن. اما متاسفانه سیاست های واقعی رژیم ایران به هیچ وجه اعتدال نداره و به اعتقاد من میراث ظریف میتونه تلاش او برای لاپوشانی و جلوه دادن چهره غیر واقعی از رژیم باشه. او اغلب درباره رفتار این رژیم دروغ گفته. نمونه بارز آن تاکید بر اینکه در ایران زندانی عقیدتی وجود نداره که کاملا نادرسته. او تلاش کرده حمایت رژیم از تروریسم و نقض حقوق بشر رو لاپوشانی کنه. بنابراین ظریف شاید یکی از مشکل آفرین و خطرناکترین مهره های رژیم تلقی بشه، چون در دگرگون نمایاندن چهره رژیم موفق عمل کرده.